درود، چطورید بچه ها؟ بالاخره بعد چندین وقت، چند ماه اومدیم با یه آموزش موومنت دیگه، پارت دومش. و اگه پارت اول نگاه نکردید حتما برید پارت اول نگاه کنید که مقدماتش رو یاد گرفته باشید و این چیزهایی که الان میخوام بگم و راحت بتونید انجام بدید. و قبل اینکه شروع کنیم، اول بریم تو تنظیمات که بهتون بگم تنظیمات رو چیکار کنید. برای تنظیمات موسنسیویتی و اینا رو باید بیاید تو، حالا توی پلاندر یه ذره سختی، یه ذره چون انمی ها میزننتون یه ذره سختره. شما میتونید مولتی کال آف دیوتی مودرن وارفر دانلود کنید و اونجا توی کاستومش، قسمت کاستوم اینجا دیگه بیاید، اینجا توی قسمت مولتی پلیر که پرایوت مچ داره میاد کاستوم گیم رو میزنید. بعد تو گیم ستاپش میاد شوت هاوس رو انتخاب میکنید، این تایم لیمیت ها و اسکور لیمیت ها رو آن لیمیتد میذارید که تموم نشه مچتون. و میتونید یا بات بذارید برای خودتون یا بات نده، چون الان میخوام بهتون آموزش بدم، من بات نمیذارم، ولی توی شوت هاوس معمولا یه 10 تا باتی اضافه کنید بذاریدش روی راحت ترین مود که بتونید راحت تمرین کنید. حالا من بات ها رو ور میدارم که میخوام بهتون یاد بدم کسی اذیت نکنه. خب بریم تو تنظیمات. برای موسنسیویتی اینو میاد تو کاستوم، با هر موسنسیویتی که راحت تایید چیزش میکنید، کم و زیادش میکنید، با هر کدوم که راحت تر بودید همون میشه موسنسیویتیتون. فقط یه چیزی که بهتون بگم، ADS موسنسیویتی مودتون رو بزنید رو ریالیتی و ایناش هم درست کنید. این استانداردشه، یعنی هر کسی همچین چیزی همچین ستینگی میذاره و من هم استانداردش رو استفاده میکنم. بریم قسمت موومنت، اینا رو همه رو کپی کنید. واک اسپید یه آپشن جدید اضافه شده به نام واک اسپید. این واک اسپید یه دکمه ای داره، حالا نمیدونم دکمش چیه، نا واک، اینجا دکمهش رو میتونید بذارید برای موسکی برداست که کسایی که مثلا اوتوماتیک تکتیکال اسپرینت میذارن دیگه اون حالت آروم راه رفتن رو ندارن، وقتی دبلی رو میزنید همون موقع شروع دویدن میکنن. خب به خاطر هم یه واک اسپید، یه واک چیزی آوردن، بیهیویری آوردن که وقتی اون دکمه شما نگه میدارید با یه سرعتی چیز میکنه راه میره. حالا این سرعت رو میتونید خودتون کم و زیاد کنید. اینا رو هم همه رو کپی کنید، توی ویدیو نگه دارید اینا رو کپی کنید. بعد همین، چیز دیگه تو تنظیمات نداریم. بریم که تو مچ بهتون یاد بدم که چی کار باید بکنید. خب اومدیم تو مچ بچه. اولین چیز برای اینکه موومنتتون سریع باشه لوداتتونه. لوداتتون باید توی بهترین حالت چیده بشه. میتونید برید تو قسمت هایلایت های پیجم که اتچمنت نوشته، اونجا بهترین لوداتی که خودم استفاده میکنم و گذاشتم. اولین چیز برای موومنت اینه که با هیت باکستون آشنا باشید. هیت باکس چیه؟ هیت باکس مثلا در نظر بگیرید این منم. خب کل بدن من هر جاش که تیر بزنید و تیر ریجستر بشه من دمیج بخورم بهش میگن هیت باکس. حالا وقتی که من تکون میخورم این ور اون ور میرم کلم رو اینجوری میکنم، هیت باکس من جا به جا میشه. خب در نظر بگیرید همچین چیزیه، این میره چپ، هیت باکسش میاد چپ. مثلا شما دارید اینجا تیر میزنید میره چپ، هم دارید اونجا تیر میزنید ولی تیر بهش نمیخوره. مثلا این کلهشو میچرخون کلهشو میاره پایین، شما دارید اینجا تیر میزنید کلهش ولی اینجاست دیگه به اونجا تیر نمیخوره یا دمیج نمیخوره. خب اینم هم همین حالتو داره. وقتی من کلمو اینجوری میکنم به خاطر اینکه تیر نخوره بهم، به خاطر اینکه الکی حرکت نمایشی برم. خب این از این که حالا هیت باکستون رو باید تغییر بدید. اینا حالا چجوری این که هیت باکستون رو تغییر بده باعث چه تیر بهتون نخوره رو مراحلی داره که حالا بهتون میگم. شما وقتی حالا یه فردی اونجا وایستاده، خب بهش تیر میزنید داری باش فایت میرید، یا مثلا اسنایپتون میکنه یه جوری بهتون تیر میزنه که جوری یک میشه، به جای اینکه بیایید اینجا اینجوری بشینید، حالا فرض کنید اینجا هم بسته است، خب یعنی اینجا گرفتار شدید هیچ کاری نمیتونید بکنید،
شما چه اینکه اینجا بشینید تیر بزنید، میگم تیر بزنید، شیلد بزنید و صبر کنید که یارو بیاد، چون یارو داره پوش میده دیگه، داره اینجوری پوش میاد، میاد میدونه وان اچ پی، میدونه اچ پیتون کم، اینجوری میاد تیر میزنه و میمیرید. شما چه اینکه این کارو بکنید، شما اچ پیتون کمه دیگه. خب تو این فاصله که یارو داره میاد حداقل یه دونه شیلد رو شما میتونید بزنید. یه دونه شیلد رو که زدید صدا پشت شنیدید داره نزدیک میشه، کاری که میتونید بکنید که غافلگیر بشه اینه. خب همچین کاری میتونید بکنید که یارو غافلگیر بشه، حداقل یه چانسی دارید، یه شانسی دارید که یارو رو بزنید. شما یه این کارو میکنید، مثلا شما یارو اینجاست داره میاد اینجوری بزنتتون، یهو شما اینجوری میپرید اونجا تا این بیاد ایم میشه بیاره روتون تیر بزنه بهتون، شما 3 4 تا شاتی بهش زدید اینجا. یا این کارو میتونید بکنید، این کار بهتره. چرا؟ چون یارو وقتی داره میاد اینجا، داره میاد اینجا شما رو بزنه، شما وقتی اینجوری میپرید میاد پشتش، طرف باید بیشتر ایمش شد، یه 180 درجه ایمش رو بچرخون تا شما رو بزنه. ولی حالا 180 درجه هم چرخون باز شما دارید تکون میخورید، بازم باید ایمش رو بیاره روتون درست کنه تا بزنه. 100 درصد این کسی که اینجا میاد پوشتون میده با این حرکتی که شما اینجوری میزنید 100 درصد میمیره. حالا چجوری این حرکت رو درست بزنید؟ طرف وقتی داره میاد اینجاست دیگه، تا شما میبینیدش دو تا ساید خالی داره بین یارو. یه وقتی اینجاست این انمی مونه. خب یارو وقتی اینجاست شما دو تا ساید خالی دارید برای اینکه بتونید حرکت کنید. وقتی بیاید تو حلقه یارو 100 درصد توش گیر میکنید و تمام تیرایی که میخواد بهتون بزنه شما تو حلقشید دیگه، قشنگ همش میخوره بهتون. برای اینکه این کارو بکنید یا این ور میاد میپرید پشتش، یا این ور میاد میپرید پشتش، برای اینکه بهش گیر نکنید. خب نمیتونید از رو کله یارو بپرید. حالا یه راه دیگه‌ش هم اینه که اینجوری اسلاید بکشید به جای اینکه بپرید، ولی بهترین راهش اینه که اینجوری بانی هاپ کنید، یه مسافت بیشتری یا میتونید بپرید، تغییرات بزرگتری تو هیت باکستون به وجود میاد. این هم از این مپ هست که وقتی گیر افتادیم اینجا چجوری زنده در. و چیز دیگه حالا اینه که شما دارید پوش میدید. خب وقتی شما دارید پوش میدید این طرف اینجا وایستاده دیگه. خب وقتی طرف اینجا وایستاده یه فیک پیک بدید که یارو همچین فکری بکنه که شما مثلا اگه بازیش مثل شما خوب باشه بدون همچین کاری میخواد بکنه، همچین کاری میتونید بکنید که جلوشو بگیرید. وقتی یارو میخواد اینجوری بپره شما رو بزنه، شما میاید یه فیک پیک میدید، چون صدا پاتون رو میشنم این حرکت رو میزنید، یه فیک پیک میدید میزنیدش. یا مثلا میخواد بپره اون ور، یه فیک پیک میدید میاد اینجا شما اینجوری میزنیدش. و اینم چیز مقابله باش، روی مقابلش بریم برای بحث بعدی. یکی از چیزایی که هست اینه که از بهترین راه و کوتاه‌ترین راه برای رسیدن به یه جایی استفاده کنم. مثلا فرض کنید من میخوام برم اونجا، خیلی ها میان اینجوری میان اینجا میان بعد میان اینجا. خب ببین جایی که اینجا جاییه که همه توقع دارن که انمیشون بیاد. خب مثلا اینجا رو وای میسه خط میگیرش که شما بیاد، ولی راهی که یارو اصلا توقع نداره و راهی که سریعه و انمی رو قافل گیر میکنه اینکه بیاد اینجا، بیاد اینجا و بپرید اینجا. به این چی میگن؟ به این میگن جامپ اسپات مپ. خب جامپ اسپات یا راهی که میان بره. شما وقتی این راه ها رو بلد باشید میتونید به دالا بزنید تو یوتیوب جامپ اسپات های مختلف مپ و جایی که میخواید پلی بدید و یاد بگیرید. وقتی این جامپ اسپات استفاده کنید به بهترین شکل میتونید انمیتون رو اوت پلی کنید یا پشتش درایید و راحت بزنیدش. بحث بعدی که خیلی دیدم تو کامنت ها میگن تو خیلی سریع و اینا، من همون سرعتی رو دارم که شما دارید، همون جوری هم که شما هست، هیچ فرقی توی موومنت و سرعت بازی کردن من نیستش. و تنها فرقی که شما میبینید و نمیدونید همچین چیزی هست دید سایلنس. وقتی دید سایلنس رو میزنید به اندازه 10% موومنت شما سریعتر میشه و فیلد آف ویو شما هم یه ذره بیشتر میشه. خب اینه که میگید سریعتر و اینا، بیشتر موقعی که میخوام پوشه خونه رو بدم من دد سایلنس رو میزنم که طرف صدا پامو نشنوه و ذره سریعتر باشه موومنت.
راحت‌تر بتونم موو بدم خودم. بحث بعدی برای درست موومنت دادن و درست قرار دادن هیت باکسمون، بحث درست استفاده کردن از کاوره. خب شما وقتی که میخواید یه انمی رو بزنید، خب مثلا فرض میکنم اونجا انمیه، خب فرض میکنم اونجا انمیه و شما میخواید اونو بزنید، شما میاد اینجوری مثلا میشینی اینجوری آروم میای پیک میدی، خب همچین چیزی غلطه. چرا؟ فرض کنید من اینجا وایستادم، یکی میخواد بیاد بزنمش، یارو میاد آروم اینجوری میاد پیک میده، منم راحت اینجوری تیر میزنم یارو میمیره. چرا؟ چون من خط هولد کردم و خیلی راحت یارو میزنم تو ببینمش. ولی کاری که درسته و بعد انجام بدید یا اینه که شما بیایید اینجوری فیک چیز بدید، فیک پیک بدید، فیک پیک بدید که یارو چند تیر رو میس بده. اگه نمیدونید یارو کجا هم هست بدونید کجاست، چون جاش لو میره دیگه تیر میزنه. و بعدش میتونید موو خودتون رو انجام بدید، بیاید بپرید اینجا که نبینتتون، بعد بیاید بپرید اینجا و بزنیدش. بازار میاد اینجا، باز میتونید بیاید اینجا بزنیدش. یارو هم 100% سرجاش وای نمیسته، میاد این پشت، میاد اینجا. حالا وقتی اومد اونجا شما میتونید بیاید پشت کاور هی دوره همین کارو بکنید، کویک پیک بدید، بعد بیاد اینجوری بپرید رو قافلگیر کنید بزنید، اینجوری بیاید یا بیاید اینجوری اسلاید بکشید بزنیدش. خلاصه که اینجوری آروم نهید اینجوری پیک بدید، یارو میزن از من خط داره. و یه چیز دیگه، حالا این کاور چیزه، این کاوری که شما میتونید از چپ و راستش پیک بدید، بعضی کاورها هستن شما میشینید پشتش رو اینجوری میتونید پیک بدید. خب بعضی بولن میشن یه ساعت اینجوری میمونن تیر میزنن، خب راحت میگیره میزنه تسون دیگه، کاری نداره براش. کاری که باید بکنید اینه که اینجوری پویک پیک بدید، هی هد گلیچ کنید که یارو نتونه تیر بزنه بهتون. اگه بخواید چیز کنید مثلا را کنید یه چوسه هد، یه کوچولو هد اندازه این نوک ایم من، هی اینجوری بالا پای میشه، شما 100% نمیتونید تیر بزنید به چمه تیراتون بهش بخوره. 100% اینی که اینجا وایستاده ادوانتیج اون شانسی که برای زدن شما داره چی بیشتره، راحت میگیری میزنه. حالا برای اوت پلی کردن یا اسکول کردن انمی، فرض کنید انمی مونه، ببینم این انمی مونه، این ریدم توش، فرض کنید این انمی مونه. خب این داره به من ایم میکنه، من دیدیم هم زدم، موومنت هم خیلی سریع تره، میام اینجوری پشتش دور میزنم، هی اینجوری میکنم. چرا؟ چون وقتی یکی داره بهتون تیر میزنه شما وقتی اسلاید میکشید، خب کامرای رو شکسته میشه. توی کال آف دیوتی و سری کال آف دیوتی توی مولتی پلیرشون اکثرا همین جوریه. حالا وقتی که اینجوری میاد پشتش اینو اسلاید میکشید، اینجوری دورش میچرخید و اینا، باعث میشه که یارو چیزتون کنه، گمتون کنه، هی کامرا شکسته شه، سخت شه براش زدنتون. این که میبینید من توی ویدیو هم همچین کاری میکنم حرکات نمایشی نیستش، حرکاتیه که باعث میشه که یارو چی سخشه براش که منو بزنه. حالا شما چجوری میتونید این کار بکنید؟ میگیم یارو داره میاد سمتتون، خب یارو وقتی داره میاد سمتتون مثلا اینجا این کورنر داره میاد سمتتون، شما هم سر پاشو شنیدید میدونید که اینجا میاد جلوتون میخواد رد شه، شما به جای اینکه بیاد جلوش وایسید یا همجوری بیاد اینجا هر غلطی که دلش بخواد بکنه، شما میاد چیکار میکنید؟ میاد اینجوری اسلاید میکشید پشتش. خب وقتی شما این کارو میکنید یارو کامرا شکسته نمیشه، نمیدونه کجا رفتید، نمیدونه اینور رفتید اونور رفتید اینجا رفتید. خب چون خیلی سریع اتفاق میفته ولی یارو غافلگیر میشه، شما وقتی این حرکتو میزنید راحت میاد پشتشو چند تا تیر میزنید یارو میمیره. اینم از این که کامرا یارو بشونید و بریم برای بحث بعدی. حالا این که بهتون گفتم چند تا شرایط داره، وقتی طرف داره میاد خب حواسش نیست، غافلگیر شما این کارو میکنید، راحت میزنیدش. خب حالا فرض کنیم یارو شما رو تیر بهتون زده، شما رو میدونه اینجا جاتون رو میدونه، خب داره دنبالتون میکنه، شما میاد پشت کاور، خب بعدش یه نمیدونید چی کار کنید، مثلا اینجوری میاد آروم پیک میدید یارو میزنه میمیرید با یه دونه شات. کاری که میتونید بکنید اینه که یارو داره میاد دیگه، خب وقتی داره میاد شما میدونید داره میاد دیگه، خب صدا پاشو شنیدید، میاد اینجوری باز همون چیزی که بهتون گفتم میپرید پشتش، اینه که اسلاید میکنید
فقط تنها چیزی که هستش اینه که یارو مطمئن شید که اومده اینجا، اومده رسیده به این کورنری که میتونه شما رو ببینه. خب این موقعیه که شما باید بپرید یا اسلاید بزنید. خب چون وقتی که یارو اینجا وایستاده، شما هر چقدر اسلاید بزنید، هر چقدر بپرید، باز یارو میتونه ترکتون کنه. خب ولی وقتی اینجا وایستادید، یکی میخواد بپره اینجا، چون این حرکت خیلی سریع انجام میشه، تا یارو بیاد نمیشه اینجوری بچرخونه روتون، صبح شده این مرده. پس چی؟ نکتهش اینه که یارو بیاد اینجا بعد شما این حرکت رو بزنید. ولی حالا موقعی که یارو چیزه میخواید قافل گیرش کنید، دیگه لازم نیست حتما بیاد اینجا شما بپرید. چون همین که فقط بیاد اینجا اینجوری اسلاید برید یارو فرشمش برید، بس یارو میمیره. همه این کاری که بهتون میگم تجربه چندین وقت ولی دادن همه و گراند کردن های چند ساعت همه که تونستم همین تجربه هایی رو کسب کنم. پس این که فقط من بیام بهتون بگم که آقا اینجوری اونجوری کافی نیستش، خودتون باید برید پلی، برید تجربه کسب کنید، خودتون رو بذارید تو فایت، این فایت برید تا یاد بگیرید و بیاید توی این قسمت کاستوم بات بذارید، با باتا چیز کنید، پلی بدید، یاد بگید. الکی هم موومنت ندید، یه کاری نکنید که نفهمید دارید چی کار میکنید، تقیق انجام میدید، نه هم یه تک به دور رو میزنید، بدونید دارید چی کار میکنید، بدونید دارید از چه استراتژی استفاده میکنید. بحث دیگه توی چیز، توی کال آف دیوتی اکثر پلیرهایی که هستن توی کال آف دیوتی، چون ایمینگ و ایناشو بقیه بازی شوتر کامپتیتیو فرق میکنه و اون کامرا بریکی که توش هستش باعث میشه که ایم خیلی از افراد به طور خوب نباشه، یا نتونه همه تیراشو به طرف بزنه یا رو ترک کنه. خب به خاطر همین میتونید از این عمل، از این اتفاقی که هست استفاده کنید به نفع خودتون و یه ادوانتیجی رو برای خودتون بسازید. چطوری؟ میگیم یه پلیر اوسکولی اینجا وایستاده، خب یه پلیری که ایمش خوب نیست، شما کاری که میتونید بکنید اینه که اینجوری وایسید بزنیدش اینجوری، خب که یارو هم خیلی راحت‌تره برای شما رو ترک کردن با اون ایم ترش اسکلانش راحت میزنتتون. یا اینکه همچین حرکتی رو بکنید، میدونی چی میگم؟ هیت باکستون یه داره تغییر میکنه، یه داره عوض میشه، یارو نمیتونه دیگه بزنتتون. به جای اینکه سرجتون وایسید اینجوری تیر بزنید، میتونید این کارو بکنید، میتونید کامرا رو یارو بشکونید بزنیدش. همین راحتی چیزیه که خیلی دیدم ازتون، خیلی دیدم این کار رو انجام میدید که اینجوری وای میستید یارو رو میزنید و خیلی وقتا هم میمیرید. چرا؟ چون مثلا یارو ایم اسیست داره، اونا هم یارو پینگش خوبه اینا. میتونید از همچین ادوانتیجی استفاده کنید، شما پینگت خوب نیست میتونید همچین کاری بکنید. یا مثلا شما چیز ندارید، ایم اسیست ندارید، میتونید همچین کاری بکنید. وقتی همچین کار رو میکنید داره ایم اسیست هم سخت میشه شما رو ترک کنه، چون ایم اسیست جوریه که یه تارگتی رو میبینه ایم شما رو چیز میکنه، ایم شما رو آروم میکنه روش و میزنتش. حالا شما فرض کنید دارید اینجوری میکنید، هی میای تو ایم یارو، ایم یارو چیز میشه، آروم میشه، بعدتر گند میزنه به ایم یارو. بس میتونید ایم اسیست هم اینجوری چی؟ به فاکش. و یه بحث دیگه برای حالا میدونم این رتی به چیز نداره، موومنت یا نداره، یه بحث دیگه این آنلاکر است که میگه آنلاکر زدی و نمیم فلان و بهمان و بیسار و اینا. آنلاکر چیت نیستش که الان من بزنم لیولم 1000 شه، نمیدونم همه اسم گانم واشه، این شه اون شه، نه خب این چیت نیست، این یه جور گیلیچه توسط یه برنامه یه CMD روی سیستمتون گیم فایل ها رو به طور گلیچ مانن میاد تغییر میده، جوری که اسکین ها براتون چیز میشه، اسکین ها براتون باگ میخوره، روی گانتون اعمال میشه و شما اون گان رو سیو میکنید و این اون سیو بپره دیگه اسکین هم پریده، اما اسکین استفاده میکنید. پس این چیت نیستش و باعث میشه که گیم فانترش رو از گیم لذت ببرید. همین. بحث دیگه این که برای گیم پلی و اینا هر کسی بلده نه اینجوری خط بگیره، نه یه جا وایس یه جا رو هولد کنه، نه چی میگم ترای هارد کنه، مثلا چی میگن اسموک بندازه، استان بندازه،
ایم کنه، ایم سی ایکس بذاره، کار نه هشت برداره اونجا رو خط بگیره یا رو بزنه، می چی میگم؟ هر کسی همچی کاری بلده بکنه، هر کسی بلده اینجوری خط بگیره یا رو بزنه، های کیل بزنه، 30 تا 40 تا اینو بزنه، نمیدونم کیل ریکورد بشکونه، وین استریک بگیره، هر کسی بلده این کارو بکنه، هر کسی میتونه این کارو بکنه. خب از 100 تا مچی شما پلی میدی، وقتی شما این کارو بکنی بعد 100 تا 200 تا مچی پلی میدی دیگه دستت میاد که باید چیکار کنی چیکار نکنی که مثلا وین استریک بگیری، های کیل بگیری. خب همه این کارا رو میتونن بکنن، به همچین چیزی میتونن برسن، ولی چیزی که مهمه اینه که گیم پلی قشنگ باشه برای شما کانتنت کریتوری که هستی، تولید کننده محتوایی که هستی، گیم پلی قشنگ باشه، طرف لذت ببره. حالا نمیدونم شما لذت میبرید با اینکه یورو خط میگیره اینجوری های کیل فلان میزنه وین استریک میگیره اینا، همچین کارهای راحته، اوکیه، هر کسی میتونه، هر پرو پلیری میتونه انجامش بده. و چیزی که مهمه اینه که جوری پلی بدیم که مخاطبمون لذت ببره، بازی کردنمون قشنگ باشه، خودمون حال کنیم با بازی کردنمون. برای من هم چیزیه، من طرز فکرم هم چیزیه. حالا دیگه اینو گفتم که اینقدر توی کامنت ها مثلا نکنید من کیل ریکورد فلان، وین استریک فلان، چرا اینجوری، چرا اونجوری. آره دیگه این بس تمامش کنید و مرسی که تا اینجا ویدیو نگاه کردید، سوری که چند وقت منتظرتون گذاشتم و پارت 2 موومنت رو نذاشتم. و مهمترین نکته که هست اینه که تمرین کنید و تجربه کسب کنید توی موومنتتون. منم طی 2 سال همچین موومنتی دارم، حالا موومنت هم خیلی خفن نیستش اونجوری که من میخوام، خودم میخوام اونجوری نیست، ولی چیزیه که هر کسی نداره و میتونید حالا با تجربه کسب کردن و پلی دادن و تمرین کردن مثل من چید، هر کسی میتونه و میتونید مثل من قشنگ پلی بدید، خودتون هم لذت ببرید، بقیه هم لذت ببرن. تا ویدیوی بعدی و ویدیوهای بعدی و آموزش های دیگه که حالا قرار بذارم، مثل سنسیویتی و درست کردن سنسیویتی و درست کردن ایمتون و اینا، بدرود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. Peace.